گفتیم حکومتی که میشه با زور و نیزه و حالت نظامی اینها گرفت به دستش آورد، ولی برای حفظش بعد با افکار عمومی تکیه کرد. و سوالمون این بود که افکار عمومی اون روز به چه چیزی فکر میکرد که 23 سال امیرالمومنین علیه السلام خانه‌نشین شد و این حکومت حفظ شد. و از اون قبلتر در اون دوران بعثت پیامبر چه چیزی در ذهن افکار عمومی بود که راضی به شهادت حضرت زهرا و غصب خلافت شدن؟ اینقدر شرایط مثلا اونجا سنگین میشه و سخت میشه که شما ببینید چرا جامعه امیرالمومنین تصمیم میگیره شبانه حضرت رو دفن کنه و این مزار پنهان بمانه. ببینید چقدر فضا سنگین و علیه اهل بیت بوده که حتی حاضر نشدن این تشییع جنازه عمومی اتفاق بیفته. اینقدر این فضا سنگین و مصیبت عظیم بوده که تحلیلش اصلا سخته. یعنی تو اون شرایط شما قرار میگیری میگی مگر مردم اون روز همون امتی نبودن که پیامبر رو داشتن پیروی میکردن؟ حالا چی شده که امیرالمؤمنین جانشین بر حق پیامبر تصمیم میگیره که در تشییع جنازه دختر پیامبر کسی نباشه از همون جامعه؟ مهمه ریشه بحثشون چی بود، به کجا رسیدن. و نکته مهم اینه که افکار عمومی وقتی هدایت میشه، این هدایت شدن منشأ داره، منبع داره، ریشه داره و گفتم توسط رهبران فکری اتفاق میفته.